کنه. اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم. یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه. نمیدونستم اینقدر دیر میای. جون بچت دست از سر من بردار. بابا من شما رو دوست دارم. بی سایه یه مرد رو سرت. به خدا نعمت ها. من نمیتونم پسرم ول کنم. شخصیت و پرداخته من نیستم، پرداخته اجتماع. من همه اینها رو ما به ازای واقعیش از توی اجتماع تک تک گرفتم. دردیه که فکر میکنم همه جامعه ما گرفتارشیم. مدام در حال غر زدنیم از یک سیستمی، از یک حکومتی، ولی یادمون میره که تک تک ما اون سیستم و حکومت رو ساختیم و اگر دست از این سنتمون بر نداریم همچنان ما تراژدی تولید خواهیم کرد. محصولمون جز رنج هیچ چیزی نخواهد بود. من درسته این چیزی که دلم میخواد بگم در مورد این فیلم که قصه چی هست، قصه اینه که ما چجوری رنج تولید میکنیم. من چجوری تولید کردم؟ من کردم، حتما شما هم کردید. قصه خیلی ساده ایه. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟ نمیخوای؟ میخوام. پس باید قبول کنی. خیلی زود میگذره. منم اونجام، چند تا اتاق اون برتر. فکر میکنی سخته؟ اگه بخوای سخت نیست. من امتحان کردم. فقط باید نشون بدی که هیچی نمیشنوی. حرفم نباید بزنی. وگرنه نمیتونی اونجا بمونی. مثلا الان صدای منو میشنوی؟ میشنوی؟ انگار گلد. تو هیچ وقت نمیتونی مادر و بچه ای رو از هم جدا بکنی، ولی اینجا جداش میکنی و وقتی خوب و عمیق نگاه کنی میبینیم اونایی که این اتفاق رو به وجود آوردند، همون آدم ها، همون همسایه هایی که صداهاشون رو میشنویم، همون کارگر کارخونه که تصمیم میگیرن برای این زن، اونها هستن که این جدایی رو به وجود میارن. پنج شیش تا زن پشت صحنه بودن و چندین بازیگر جلوی دور بود. مجموعی بودیم از آدمهایی که چون در یه پروژه لو باجت، چون به هیچ جایی وابسته نیست، از جایی پول نمیگیره، داشتیم کار میکنیم. میدونستیم که به خاطر پولش نیست ما اینجاییم، یک چیز دیگه اینجا هست و میخواستم بهشون همزمان که داریم با هم کار میکنیم بگم که من اگر اینجا هستین به حضور کامل شما و پر اعتماد به نفس شما نیاز دارم. تک تکشون فکر میکنم این قصه قصه خودشون میدیدن، چون زن رو تنهاییش رو زندگی کرده بودن و سنت خب یه بخشی از زندگی ما زنها هست و قصه هممون بود. من همیشه لذت میبرم از اینکه کسی جلوی من باشد که اون بتونه یک چیز رو اضافه کند و خوشبختانه آره توی این فیلم بازیگرانی داشتم که لذت میبردم از حضورشون و بهشون میگفتم که من اینجا منتظرم ببینم تا اینجا رو من دارم میگم، اینجا به بعد رو تو چی کار میکنی. و فکر میکنم بچه های فیلم شاهدش بودن چند تا صحنه ای رو که اتفاق افتاد. خوشت میاد انگشتری؟ خوبه. بخاری بزن. نه خوبه. سرمان نخوری یه وقتی فالدی می گرفتن به سر نه؟ خوشبختانه برای گرفتن بازی ها برای بچه ها زیاد کار سختی نیست، چون بچه ها کمترین کنترل و تحریف رو بر احساس و عواطفشون دارن، تازه ترن، فرش ترن، راحت میشه باشون کار کرد. بزرگترها هم که خب هر کدومشون یه شیوه برخورده خاص خودشونو دارن. سلام سلام، چای تازه دم. دست شما درد نکنه. نوش جونتون. بفرمایید. ممنون. نوش جون.
لیلا خانم، اینجا چی کار میکنی؟ سلام، شما خوبین؟ اومدم برای ثبت نام بچه‌ام. خوش اومدی. این خانم منو میشناسن؟ ببین، شما این خانم میشناسین؟ بله، همسایه خواهرم، اونجا دیدمش. ولی از اون موقع من هرچی میگم واسه ثبت نام به پرونده نیاز هست اصلا متوجه نمیشم. در مورد سینمای مستقل میخوام بگم که اول تعریف مستقل اینه که تو از هیچ ارگانی، از هیچ حکومتی، از هیچ جایی پولی رو که یک سری نگاه رو دوست داره تزریق کنه به جامعه استفاده نکنی. این سینما در ایران الان متاسفانه جرأت نه، کلمه قشنگی نیست، اجازه رشد نداره، برای اینکه هزینه ها به شدت بالا برده شده توسط همون ارگانی ها و حکومتی ها. اینقدر بالا برده شده که یک بازیگری که دستمزدش مثلا 50 میلیون بود 70 میلیون بود یهو رفت رو 1 میلیارد. خب معلومه جز پول نفت کسی نمیتونه این فیلمو بسازه. من نمیتونم. به هر حال یک سینمای صنعتی داره که تو باید فیلم تو پخش بکنی و تو اون پخش سینما هم باز هم یک جور قصه سازی، یک جور سلبریتی سازی میشه که اگه اونا باشن این فیلم خواهد فروخت و به تبع سینمای مستقل جونی نداره، مگر اینکه یک سری آدم که با عقاید شخصی خودشون مثل تهیه کننده‌ای که من داشتم، مثل عواملی که داشتیم که با عقاید شخصی خودشون دوست داشتن این فیلم تولید و تهیه بکنن. و خوشحالم که اینا رو داشتم، خوشحالم که فکرشون به هم نزدیک بود و در مورد تهیه کننده‌های خودم تمام تلاشمو میکنم که فیلمی بسازم که بتونن ازش دفاع بکنن، بتونن بهش افتخار بکنن، حرف خودشون هم باشه.